بفرمایید. گروهی از مخالفان سرشناس حکومت ایران قرار است جمعه در نشستی در دانشگاه جورج تاون شرکت کنند. این اولین باره که حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد، گلشیفته فراهانی، علی کریمی و عبدالله مهتدی در یک جلسه گرد هم میآیند. گفته شده که آنها میخواهند درباره تداوم و پویایی جنبش ضد حکومتی، دیدگاه‌های مشترکشون درباره آینده ایران و تأثیرات جهانی تغییر دموکراتیک در این کشور صحبت کنند. سیاوش اردلان گزارش میده. اینجا دانشگاه جورج تاون آمریکاست. با قدمتی 240 ساله این دانشگاه کانونی بوده برای گرد هم آوردن اندیشه‌ها و شخصیت‌های برجسته. روز جمعه هم قرار است با ابتکار دانشگاه جورج تاون اتفاق مهمی در تقویم سیاسی ایرانیان مخالف رخ دهد. از یک شاهزاده در تبعید تا یک فوتبالیست، از یک چریک کرد تا دو هنرپیشه و از یک پدر و همسر سوگوار تا یک برنده جایزه صلح نوبل و یک فعال حقوق زنان، این 8 نفر حضوری یا مجازی در یک جا جمع خواهند شد. قرار است به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه راجع به دموکراسی در ایران صحبت کنند. کاری که در بحبوحه اعتراضات و به رغم درخواست‌های مکرر هوادارانشان نکردند. نوشدارویی بعد مرگ سهراب یا اولین گام در جهت ائتلافی که به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی در آینده عمل می‌کند. اقدامی که انجام گرفته و سمیناری که در دانشگاه جورج تاون برگزار میشه، گام اوله که بتونه اون رهبری متکثر رو ایجاد کنه. البته این کافی نیست. ما نیاز داریم که افراد و کارشناسان سیاسی بیشتری در اون حضور داشته باشن که بتونن برنامه لازم رو برای آینده ایران طراحی کنن. پیشبینی درباره نتایج این گرد همایی هر چه باشد، بی سابقه است که این چهره ها به دور از پرخاشگری بعضی هوادارانشان علیه یکدیگر حاضر شده اند یک جا مقابل چشم مردم گرد همایی. حرکتی از سمت اپوزیسیون برون مرزی در آستانه 22 بهمن سالگرد انقلاب 57، آن هم در زمانی که تحرکات اپوزیسیون درون مرزی بیشتر شده. در چند روز گذشته بیانیه میرحسین موسوی و اعلام حمایت بعضی از زندانیان سیاسی از پیشنهاد او برای تغییر نظام سیاسی ایران، بحث عبور از جمهوری اسلامی را به میان چهره‌های سیاسی داخل کشور هم کشاند. حالا اپوزیسیون برون مرزی در تلاش است که ابتکار عمل را به دست بگیرد. حرکتی که روز بعدش قرار است با تظاهرات ایرانیان در سراسر جهان صدایی باشد که با سرکوب خشن حکومت در خیابان‌های ایران فروکش کرد. اگر کسی بپرسد چرا اپوزیسیون داخلی و خارجی متحد نمی‌شوند، شاید متهم شود که با تاریخچه سیاسی ایران ناآشناست. ولی خیلی از آنهایی که آشنا هستند میگویند دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. ما در حال حاضر 4 بلوک سیاسی داریم که میتونن در پروسه گذار به دموکراسی نقش داشته باشن: بلوک جمهوری خواهان، بلوک مشروطه خواهان و سلطنت طلبان، بلوک فدرالیستا و کسانی که خواهان عدم تمرکز، و بلوک ناراضیان درون حکومت که خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند. این بلوک‌ها در آینده باید در این پروسه مشارکت کنن و با همدیگه همکاری کنن. در حال حاضر 3 تا از این بلوک‌ها در خارج از حکومت و در خارج کشور حضور دارن، میتونن اونا اقدامات اولیه رو شروع کنن و یک پلتفرمی برای گذار به دموکراسی برای ایران طراحی کنن و در آینده با مشارکت داخل کشور بتونن یک بسیار اتحاد گسترده تری رو آماده کنن. فعلا تصویر غالب از مخالفان جمهوری اسلامی تصویری از اختلاف است. ما مکتب پهلوی هستیم. اپوزیسیون برون مرزی هنوز در ایجاد نیروی واحد ناکام بوده و چه بسا نیروی یکدیگر را خونسا هم کرده. و در ایران هم هواداران سابق و فعلی افرادی مثل میرحسین موسوی یک ساز واحد نمیزنند. اما سوال اینجاست که اگر روزی همه این اختلافات کنار گذاشته شود و نگاه عملگرا در میان اپوزیسیون ایران حاکم شود، آیا همین برای ساقط کردن جمهوری اسلامی کفایت می‌کند یا نه؟
سیاوش اردلان، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد اینجا در استودیو داریوش محمدپور با ما هست، پژوهشگر علوم سیاسی که به طیف میرحسین موسوی دیدگاهشون نزدیکتر هست، و از ایندیانای آمریکا امین صوفیامهر به ما پیوسته، پژوهشگر فلسفه سیاسی. های صوفیامهر، سوال اولم را از شما بپرسم، خود این افرادی که قرار هست در جورج تاون شرکت بکنند در این نشست، اسم ائتلاف رو روش نگذاشتن، گفتن همبستگی، اتفاق کم سابقه یا دست کم بی سابقه به نظر میرسه که بالاخره این تعداد کنار هم دیگه با نگاه‌های متفاوت جمع بشن، چقدر از نظر شما این اتفاق بزرگه؟ ببینید، این ائتلاف نیست، منتها نوعی همونجوری که اسمش رو گذاشتن، نوعی همبستگی یا همصداییه که این گروه‌هایی که هر کدومشون به نظر من عقاید سیاسی متفاوتی دارن دور هم جمع در مورد آینده ایران و عبور از جمهوری اسلامی کنن. شاهزاده رضا پهلوی پیش از این جداگانه با هر کدوم از این افراد گفتگو کرده، منتها اون اتفاقی که الان افتاده به نظر من اون جنبه آشکار و عمومی و علنی اونه و جنبه نمادین اونه، این افراد در یک پلتفرمی که به هر حال یک تینک تنگ، یک تینک‌تنک آمریکایی هست، البته با پشتیبانی بعضی از تینک‌تنک‌های آمریکایی جمع شدن و در مورد آینده ایران صحبت کردن، این جنبه نمادین داره. مسئله دیگه اون کانتکست و اون بستر تاریخی، خب ما می‌دونیم که الان 5 ماه از اون جنبش انقلابی می‌گذره و در این کانتکست این عمل، این نشست می‌تونه معناهای سیاسی متفاوتی داشته باشه. ببینید، جامعه داره به این سمت میره که برای اسلامی باید مرجعیت سیاسی متکثر خارج از جمهوری اسلامی شکل بگیره، تا هم این که این انقلاب مردم ایران، این انقلاب ملی از سوی جهانیان به رسمیت شناخته بشه، هم بتونه صدای مردم ایران رو که سرکوب میشن در داخل کشور به جهانیان منتقل کنه، هم بتونه کمک‌های خارجی رو جذب بکنه که ضروری هم برای گذار از جمهوری اسلامی، و مهمتر از اون باید بتونه که نیروهای نظامی رو قانع بکنه که پیوستن به شما مردم. شما فکر میکنید که این افرادی که در واقع این تعدادی که جمع شدن، این 8 نفر، میتونن نمایندگی بکنند اقشار مختلف رو که به اون اهدافی که میگید برسن؟ کوتاه اگر بفرمایید. میشه در مورد ترکیب این جمع صحبت کرد، منتها در مورد اینکه آیا واقعا این افراد به غیر از شاهزاده رضا پهلوی که به نظر من یک سرمایه ملی هست، میشه در بقیه افراد چون و چرا آورد؟ یعنی به طور، نمیشه گفت بله یا خیر، باید هر کدوم به صورت موردی بحث کنه. تصورم این هست که چون 2 بار اسم شاهزاده رضا پهلوی رو آوردید، این افراد به نوعی حول او این نشست، تصورتون این هست که شکل گرفته؟ طبیعیه، چون که شاهزاده رضا پهلوی بسیاری از نظرسنجی ها و نشانه های دیگه اینه که به اعتمادترین شخصیت سیاسی خارج از جمهوری است و هر گونه مرجعیت سیاسی متکثر مرجعیت ایشون شکل بگیره. خب از طرف آقای محمدپور هم وارد بحث بکنم. آقای محمدپور، چقدر فکر می‌کنید این نشست بزرگه به لحاظ اون چیزی که داریم می‌بینیم؟ اولا که ایران متعلق به همه ایرانیانه، چه در داخل کشور باشن چه خارج کشور. در نتیجه هر اجماعی که شکل بگیرد برای نشان دادن راه گذار از این وضعیت بغرنجی که ایران درش گرفتار شده با این ساختار سیاسی بحران زده و بیکفایت و ناکارآمد، فی نفسه خوبه. ولی سوال اصلی اینه که چقدر چنین گفتگوی اثرگذاره. این گفتگو، حالا آقای صوفیامهر میفرماین که اسمش ائتلاف نیست، حالا همبستگیه، بیشتر شبیه کنفرانسه، بیشتر شبیه گفتگوه، بیشتر شبیه همفکری است تا اینی که نیروهای سیاسی رو بخوان تجمیع کنن. این نکته رو فراموش نکنیم که این افرادی که حول این محور فعالیت کردن تا کنون توانایی این رو داشتن، و این آقای اسماعیلیون به روشنی نشون داده که جمعیت خیلی زیادی از ایرانیان خارج کشور حول ایشون گرد آمدن و خب تظاهرات کردن، حضور بیرونی داشتن. ولی مسئله اصلی ما اینه که انسان‌های ایرانی یه حق مستمر دارن، یه حق غیر قابل سلب دارن به تعبیر آقای موسوی، که سرنوشت رو خودشون تعیین کنن.
درصد اون ایرانیانی که خارج از کشور با حول این مجموعه شکل میگیرن چقدره؟ چقدر از صدای کل ایرانیان رو نشون میدن؟ خب کسی ممکنه ادعا کنه که بله اینا بازتاب صدای ایرانیان داخل کشور هم هستن، ولی تغییر اصلی و تغییر بنیادینی که در نظام سیاسی ایران اتفاق خواهد افتاد از داخل ایران عبور میکنه، از میان حرکت ها و اعتراض های ارگانیک و انداموار داخل خود جامعه. به نظر نمیرسه که اون رو رد بکنن این مسئله رو. من مسئله ندارم با اینی که رد میکنن یا رد نمیکنن، مسئله اینه که به گمان من نماینده اون اکثریت خاموش مردم ایران نیستند. یعنی یه بخشی از مردم ایران رو بدون شک نمایندگی میکنن. یعنی اگه کسی ادعا کنه که اینها نماینده هیچ بخشی از مردم ایران نیستن، به نظر من تحلیل نادرستی است. ولی شما یه جامعه‌ای دارید که زنان مختلف درش هستند، جامعه‌ای داریم که معلم داره، کارگر داره، از طیف‌های مختلف اجتماعی که تو این سال‌ها جمهوری اسلامی به شیوه‌های مختلف اینها رو سرکوب کرده و این رو تحت فشار قرار داده، اینها ضرورتاً در هیچ کدوم این طیف‌ها به زیر چتر واحد قرار نمی‌گیرن. سوال اصلی اینه که چه نوع رهبری با چه پیشینه‌ای و با چه نوع اثرگذاری میتواند این بنبست رو باز کنه. شما اگر به پیام آقای موسوی نگاه کنید، آقای موسوی در عین این که به نظر من پیشروترین راه حل رو نشون میده، همچنان میگه که ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی میفته، یه ابهامی داره، چه کسی قرار این کار انجام بده، ما چه جوری میخوایم به این قانون اساسی تازه گذار پیدا کنیم. یعنی برخلاف بعضی از مواضع که از پیش برای خودشون یه حق جدایی ناپذیری برای رهبری برای آینده ایران قائل میشن، برای کسی مثل میرحسین موسوی که بزرگترین جنبش اعتراضی بعد از جمهوری اسلامی را در سال 88 شکل داد و رقم زد و الان هم در حصره، ما هنوز کسی رو نمیشناسیم که در داخل ایران توانایی این رو داشته باشه بتونه این همه مردم رو گرد خودش جمع کنه و هر باری که موضع میگیره یه تغییری در امواج سیاسی داخل ایران و خارج از ایران ایجاد کنه. ببینید، من دوباره تکرار کنم، صحبت من این نیست که این اقدامات و این اجماع ها بی اثر یا بی خاصیت یا باید به دیده منفی بهش نگاه کرد. عرض من اینه که تمام این حرفتون اینه که چقدر نمایندگی میکنن، یه بخشش نمایندگی، یه بخش دیگهش به نظر من اینه هر شخصیت آزادی خواهی که مدافع استقلال ایران، مدافع یک پارچگی ایران و مدافع حق تعیین سرنوشت خود مردم ایران بر خودشون باشند، ازش باید استقبال کرد. دقیقاً آقای صوفی، این رو افراد دیگه هم میگن به هر حال جای گروه های اقلیت خالی، گروه های چپ شاید جاشون نماینده اونجا ندارن، همونی شبیه آنچه که آقای محمدپور هم میگن. پاسخ شما چیه؟ ببینید، اینی که یک مرجعیت سیاسی شکل بگیره که دموکراتیک باشه، خب این خیلی خوبه و اگر که تا جایی که امکان داره بر اساس اون امکانات و بضاعتی که ما داریم، ببینیم تا وقتی که این سد ستبر جمهوری اسلامی هست، امکان این که صندوق رأی گذاشته بشه و هر کسی رأی خودش رو به صندوق بذاره و ما وزن اجتماعی هر کدوم از این افراد و گروه ها رو بسنجیم، خب این تا اطلاع سازمانی وجود نداره و این امکان وجود نداره. بنابراین ما نیازمند ارائه راه حل های شدنی و تحقق پذیر هستیم. اینی که ما فرضاً یک شرایط آرمانی تثبیت شده دموکراتیک رو مقایسه بکنیم با شرایط پیشا دموکراتیک، و چون که اون سنجه ها و ملاک ها و اون ایدئال ها هیچ وقت نمیتونه در این شرایط ما به دست بیاد، پس بنابراین هر گونه اجماعی رو بگیم غیر دموکراتیکه. ببینید، دموکراسی یک نظریه براندازی نیست، دموکراسی نظریه دوران تثبیته، دوران استقراره. البته تا جایی که گفتم، تا جایی که امکانات ما اجازه میده، ما باید به این آرمان ها نزدیک بشیم، ولی خب کنش سیاسی رو صرفا آرمان سیاسی نمیسازه، ضرورت های سیاسی هم هست. بنابراین ما باید ببینیم که این پیوند طلایی میان ضروریت های سیاسی ما و آرمان های سیاسی ما کجا هست و بر اساس اون یک تصمیمی بگیریم. اینه که جمعی شکل بگیره که تمامیت ملت ایران رو نماینده کنه، این حتی در دموکراسی هم امکان پذیر نیست. ببینید، مثلا در دموکراسی ها 60% واجدین شرایط میان شرکت میکنن و 50% و یکی درصد از این رای میدن به یکی از این کاندیدا. بعد اون کسی که میشه نخست وزیر یا رئیس جمهور میشه به اصطلاح رهبر اون کشور یا میشه نماینده کل اون کشور. بنابراین ما نمیتونیم بگیم چون که یک شخص
100% نداره، پس بنابراین نقش نمایندگی رو ایفا. بذاریم پاسخ آقای محمدپور رو بشن. گمان میکنم آقای صوفیان‌مهر متوجه نکته بنده نشدن، به خاطر که عرض من این نبود که راه تغییر آینده ایران از این میگذره که یک کسی مثل آقای میرحسین موسوی بیاد بشه مثلا رهبر این جنبش، و از طرف دیگر عرض بنده بازم این نبود که چون این 6 نفر 8 نفر دارن یه اجماعی میکنن، اجماعشون دموکراتیک نیست یا نماینده مردم ایران نیست. نماینده یه بخش از مردم ایران حتما هست، بدون شک هست. عرض بنده اینه که شما در عمل چه میخواهید بکنید؟ همون چیزی که خود آقای صوفیان‌مهر میفرمایند، ما میدونیم که در شرایط فعلی برگزاری همه پرسی و رسیدن به قانون اساسی جدید و رسیدن به یه شکل تازه از حکومت در این حاکمیت غیر ممکنه، تعارف که نداریم با کسی. حالا شما چند تا راه دارید، یا باید از طریق مداخله خارجی و حمله نظامی این کار انجام بدید که به گمانم در حرفایی که آقای پهلوی هم زده به صراحت این رد کرده و گفته است که ما مدافع این نیستیم که کسی یک پارچگی ملی ایران رو به خطر بندازه، تمامیت ارضی ایران رو به خطر بندازه، یا باید از طریق تحریم ها فشار آورد که این حکومت به زانو در بیاد و از درون خودش بپاشه، یا باید دنبال این بود که به یه شکلی جامعه مدنی تقویت بشه و جامعه مدنی در برابر این حکومت بایسته. و اگر شما به همین صد و اندی روز گذشته نگاه کنید، ببینید آن اتفاقی که در واقع تونسته اینو تغییر بده همین حرکت جامعه مدنی بوده، به خاطر اینکه این جنبش مهسا چیز قبل از اینم شما ببینید تمام اعتراض هایی که در برابر حکومت انجام شده اینجوری نبوده که یک کسی از بیرون بیاد یه سرمایه کلان میلیاردی یا نمیدونم نیروی نظامی در اختیار اینا بذاره بگه شما برید در برابر این حکومت بایستید، از داخل مردم اومده، یعنی درون زا بوده است این حرکت. عرض بنده اینه، صحبت این نیست که کی مشروعیت داره کی مشروعیت نداره. اون زمانی که ما به جایی برسیم که انتخابات آزادی بتوانیم برگزار بکنیم معلوم میشه که آقا در این میدان چه میدونم آقای موسوی حرف خواهد زد، آقای پهلوی. با اینکه این گروه این 8 نفر از همون حرکت درون زا حمایت بکنن که مشکلی نداره، بدون شک طبیعی اجماع برای دفاع از مردمه. وقتی که اگه هر کسی که قائل به این باشد که مردم ایران حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن و این حق غیر قابل سلب است و کسی نمیتونه از مریخ بیاد یا از یک کشور دیگه بیاد براشون تعیین تکلیف کنه که شما چگونه زندگی کنید، بدون شک باید پشتش ایستاد. هر کسی که حق تعیین سرنوشت مردم رو بپذیره. ببینید مهمترین مسئله ما در تمام این سالا به ویژه در 20 سال اخیر این بوده است که صندوق رأی مردم، نظر مردم ایران بلا موضوع شده، از موضوعیت افتاده. ما با قتل صندوق رأی مواجه بودیم در سال 1400، رسما مرگ صندوق رأی رو اعلام کردن. مسئله ما اینه، شما برای اینکه اینو احیا کنید که از هر رأی میخواید استفاده کنید بکنید، مشکلی نداره. آقای صوفیان خیلی ها میگن الان یک اپوزیسیونی در خارج از کشور داریم، یک اپوزیسیون هم در داخل کشور، به هر حال هر کدوم از اینها هم تعدادی یا گروهی از مردم ایران رو نمایندگی میکنن. هیچ شرایطی رو میبینید که این دو گروه از اپوزیسیون در داخل و خارج با هم دست آشتی بتونن بدن؟ من فکر می‌کنم به ضرورت به اجبار این اتفاق می‌افته وقتی که ما به اون مراحل فروپاشی جمهوری اسلامی نزدیک‌تر بشیم. ببینید، امکان شکل‌گیری مرجعیت سیاسی در داخل ایران تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست، اما این به این معنا نیست که موتور تحول در ایران وجود نداره. بدنه به اصطلاح این جنبش اجتماعی در ایرانه، منتها سر این نمیتونه در ایران باشه، چون به دلیل اینکه جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت خواهه و اجازه این شکلی مرجعیت سیاسی رو مستقل از اون نمیده. اگر که اجازه میداد، پس اصولا میشه جمهوری اسلامی رو اصولا بر پایه شکل دادن به همین مرجعیت سیاسی خارج از چارچوب حکومت اما در داخل ایران به یک نوعی تحت فشار دادن که تغییر بکنه. اگر که ایشون دارن میگن که ما باید به سمت نوعی تحول خواهی بریم نه اینکه جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم، این به نظر من شکست خورده و مثل نظریه اصلاح طلبی شکست میخوره. جمهوری اسلامی تن به تحول نمیده، جمهوری اسلامی ایستادگی میکنه تا موقعی که سقوط بکنه. این سرنوشت ببینید، نمونه های تاریخی زیاده. لنین در آلمان بود اما اون موتور تحرک در خود روسیه بود، خمینی در غرب بود اما اون موتور تحرک و تغییر در داخل ایران بود. الان هم وضعیت از این نظر، تنها از این منظر، شبیه همین نمونه های تاریخیه که این مرجعیت سیاسی به ضروره یعنی این به نظر من یه چیز تجویزی نیست، یه چیز توصیفیه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بر سر کاره
اجازه شکل‌گیری مرجعیت سیاسی رو در داخل ایران نمیده، بنابراین به ناچار به خارج از کشور منتقل شده. اگر کسی که فکر میکنه که خب در داخل ایران شکل میده، خب این گویا این میدان شکل بدن، ببینیم چه جوری صورت خواهد گرفت و تواناییاش و بضاعتاش چقدر است. ولی خب من اونجوری که مسائل ایران رو دارم نگاه میکنم و بسیاری از کارشناسان مسائل ایران، امکان شکل‌گیری اون رو نمیبینن در داخل ایران، متوجه شدن. و این مرجعیت سیاسی مسئله مهمی هم هست. شما فکر میکنید امکان شکل‌گیریش در داخل ایران وجود داره؟ ببینید وقتی میگید مرجعیت سیاسی، اینو که خیلی مهمه، بدیهیه که حکومت جمهوری اسلامی اجازه نمیده هیچ کسی رهبری در داخل ایران به عهده بگیره یا دست کم بتونه یه چهره مطرحی بشه، در حس میذاره ازشون، تحت فشار قرارشون میده. ولی از این نتیجه نمیشود که شما اولا یک نیاز به مرجعیت سیاسی واحد دارید، دو این مرجعیت سیاسی واحد ضرورتا با در خارج از کشور شکل بگیره، به خاطر اینکه اینا هیچ تلازم منطقی با هم ندارن. استدلال آقای صوفیامهر این است به علت اینه که حکومت جمهوری اسلامی مانع از شکل گیری مرجعیت سیاسی میشه، پس این مرجعیت سیاسی باید خارج از کشور باشه و الی آخر. ما در واقع نمیتونیم صحبت کنیم، ما پیشگو نیستیم، پیغمبر نیستیم. اینی که مردم به چه واکنش نشون میدن، از چه استقبال میکنن، در عمل و روی زمین مشخص میشه. ما که نمیتونیم بگیم که حالا یک رهبر فرضی درست میکنیم بیاد بره اون وسط شعار بده مردم هم دنبالش راه بیفتن. این شما تو موقعیتش واقع نشی هیچ وقت نمیتونید بگید اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. من این نکته رو دوباره تکرار کنم، آقای صوفیامهر همچنان میگن که این اصلاح جمهوری اسلامی اصلا هیچ جای صحبت بن یا هیچ جای صحبت آقای موسوی، صحبت از اصلاح و تحول درون اینجور چیزا نیست، صحبت آقای میرحسین به روشنی مشخص هستید که ما از این نظامی که بحران‌ها داره و ساختاری است که دیگه اصلاح ناپذیره باید عبور کنیم. حالا این الفاظ رو به کار نبرده آقای موسوی، آقای موسوی نگفته برید نمیدونم انقلاب کنید، نگفته برید حمله نظامی بکنید، هیچ کدوم اینا رو نگفته. و این اتفاقا هوشمندی یه چهره سیاسیه که این اجازه رو میده که مردم خودشون به تدریج در شرایط، در بحبوحه شرایط کشف کنن که راه خلاقانه‌ای که میتونن برای به زانو درآوردن استبداد و خودکامگی داشته باشن چیست. من تکرار کنم نکتمو، ما نمیتونیم برای مردم به هیچ نوعی از داخل یا از خارج نسخه بپیچیم و برشون تعیین تکلیف کنیم که شما چگونه سرنوشت خودتون رو تعیین کنید. مردم این رو زمین کشف میکنن. ببینید این جنبش مهسا یک نمونهش بود، 88 نمونه دیگرش داشتیم ما از دوم خرداد 76 گرفته تا سال 88 و اعتراضای پیش از این. این مردم هن که در میدان تعیین میکنن. وقت زیادی نداریم برای هر کدوم از آقایون یک دقیقه. من چیزی که میخواستم آقای محمدپور از شما بپرسم این که آیا میرحسین موسوی که شما فکر میکنید که او میتونه مرجعیت سیاسی رو داشته باشه در داخل ایران، او کسی خواهد بود اگر به قدرت هم برسه دست آشتی و دوستی به طرف این افراد و افرادی که خارج از کشور هستند و پیشتر او اونها رو اپوزیسیون خودش هم میدیده دراز بکنه؟ به نظر من به صراحت آقای موسوی این حرف گفته که تمام نیروهای آزادیخواه، تمام نیروهایی که توسعه گران، تمام نیروهایی که به تمامیت یک پارچگی ارضی ایران احترام میذارن، حق اینو دارن و دستش به سمت جهاد. من تو سوال اینه که ما میگیم آقای میرحسین موسوی قرار بشه رهبر، ما نمیدونیم. پس یه فرد جدید هست امروز فکر می‌کنه که موسوی کسی تغییر نظر تکرار میکنم. اولا نظرش تغییر کرده. دوما میرحسین موسوی کسی است که شانه به شانه مردم حرکت میکنه، جلوی مردم حرکت نمیکنه. این نکته بسیار مهمه. یعنی ایده که ما بگیم ما مرجعیت سیاسی میخوایم درست کنیم، مرجع سیاسی بشه میرحسین موسوی، حالا بحث اونم دقیقاً نگاه در مورد اون نگاه به مرجعیت سیاسی متمرکز. ما الان در وضعیت سیاسی فعلی مرجعیت سیاسی متمرکز نداریم و نمیتوانیم تا آینده قابل پیش بینی داشته باشیم. همه نیرو مرکز گریزن. درسته آقای صوفیامهر، یک دقیقه آخر کلام آخر با شما. ما از انقلاب اسلامی 57 گذر کردیم. انقلاب ملی کنونی نه تنها علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه انقلاب اسلامی 57 با تمام میراث شوم خودش و نمادهای خودش. موسوی فرزند این انقلابه. برای مردم نمیخوان انقلاب اسلامی را حالا در گونه دیگه احیا بکنن. ببین موسوی تا همین 3-4 ماه پیش یک بیانیه داده بود خمینی رو جان بیدار خطاب کرد. کسی که خمینی رو جان بیدار خطاب میکنه، این نشون میده فاقد قوه تمیز و تشخیص سیاسیه. آقای موسوی یک دفعه پشت فرمون نشسته ما رو فرستاده به ته دره. الان ما دیگه به ایشون اعتماد نمی کنیم از دوباره فرمون رو به دست ایشون بدیم. جامعه به این سمت، این نسخه پیچیده نیست، این شعور و وجدان جامعه ای که به اینجا رسیده. بنابراین من فکر میکنم که
آقای موسوی میخواد میراث خمینی رو زنده بکنه تا اون مقابل میراث خامنه ای قرار بیه. مردم میگن که مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی. از هر دوی اینها عبور کرد. ما نیازمند یه آغاز جدیدی هستیم که از اون اشتباهات تاریخی درس گرفته باشیم. ممنونم از شما. ببخش وقت بیشتری نداریم. امیر صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و اینجا در استودیو با ما داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی.